لیکس که در روزنامه گاردین درج شده درباره موضوع دخالت‌های دیکتاتوری آخوندی در عراق و مواضع عربستان سعودی در این رابطه چنین آمده است. سند محرمانه: ملک عبدالله و مقامات ارشد در مورد سیاست عربستان نسبت به عراق. خلاصه: سفیر آمریکا در عراق رایان کراکر و ژنرال دیوید پتراوس با ملک عبدالله پادشاه عربستان و سعود الفیصل وزیر خارجه و نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور در 14 تا 15 آوریل در ریاض دیدار کردند. آنها سیاست عربستان نسبت به عراق در جزئیات را بررسی کردند. آنها گفتند عربستان به بغداد سفیر نخواهد فرستاد و سفارت هم باز نمی کند تا اینکه پادشاه و سایر مقامات سعودی متقاعد شوند که وضعیت امنیتی پیشرفت داشته و دولت عراق سیاستهایی را اجرا کند که به نفع همه عراقی ها باشد، روابطش را با کشورهای عربی تحکیم بخشد و در مقابل نفوذ رژیم ایران بایستد. ملک عبدالله عنوان کرد که وضعیت امنیتی در بغداد بسیار خطرناک است و او ریسک نمی کند که به آنجا سفیر اعزام کند، چرا که بلافاصله هدف تروریست ها و شبه نظامیان قرار خواهد گرفت. او نسبت به تمایل دولت عراق برای ایستادن در مقابل ایران ابراز تردید کرد. وی همچنین مکررن به روابط نوری مالکی با رژیم ایران اشاره کرد. ملک عبدالله گفت او به مالکی اعتماد نمی کند، زیرا مالکی به او وعده داده بود که اقدامات مشخصی را انجام خواهد داد، اما مالکی دروغ گفته بود و کاری نکرد. وزیر خارجه عربستان خواهان تحریم‌های شدیدتر آمریکا و جامعه بین‌المللی علیه رژیم ایران شد، از جمله بر لزوم ممنوعیت‌های مسافرتی و محدودیت‌های بیشتر تبادلات پولی بانکی تأکید کرد. وزیر خارجه عربستان افزود که کاربرد فشار نظامی علیه ایران نباید منتفی باشد. در یکی دیگر از اسناد ویکیلیکس که توسط گاردین منتشر شده، در مورد انزجار کشورهای منطقه از مداخلات رژیم آخوندی چنین آمده است: از سفیر به وزیر خارجه، تاریخ سند 9 فوریه 2009، موضوع ملاقات با ابوالقید وزیر خارجه مصر، طبقه بندی شده توسط مارگارت اسکوبی سفیر. خلاصه: ابوالقید خواهان مطالعه اهداف آمریکا نسبت به ایران است. پرزیدنت مبارک به سناتور میشل طی دیدار اخیرش در اینجا گفت او با گفتگوی ما با مقامات رژیم ایران مخالفتی ندارد، البته تا زمانی که شما حتی یک کلمه از حرفهای آنها را باور نکنید. مبارک نفرت خاصی نسبت به رژیم ایران از خود نشان می‌دهد و مکررن آنها را دروغگو می‌نامد و آنها را به خاطر اینکه در صدد بی‌ثبات کردن مصر و این منطقه هستند تقبیح می‌نماید. او سوری‌ها و قطری‌ها را چاپلوسان حکام تهران می‌خواند که دروغ می‌گویند. شکی نیست که مصر رژیم ایران را یک تهدید می‌داند، هم به خاطر توسعه ظرفیت اتمی و هم اینکه در صدد است انقلاب خود را صادر کند. ابوالقید مشتاق است توصیف شما را در مورد اهداف آمریکا در قبال رژیم ایران بشنود. تلویزیون انگلیسی زبان دویچه ولی آلمان گفت اسناد افشا شده بیانگر نگرانی کشورهای عرب منطقه نسبت به چشمانداز یک ایران اتمی می باشند. این اسناد نشان می دهند که عربستان سعودی به کرات حمله علیه رژیم ایران را تشویق کرده است. این اسناد گفته هایی از سیاستمداران و مقامات کشورهای مختلف منطقه را در مورد رژیم ایران نقل کردند. این نقل قول ها عبارتند از: مقام های رژیم ایران دروغگوهای بزرگ و چاق و چله‌ای هستند که دروغهای خود را توجیه می کنند با این بهانه که گویا آنها اهداف بالاتری را دنبال می کنند. و نقل قول دیگر: باشد که خدا ما را از طعمه شدن در شیطنت آنها مسون دارد. و یا:
رژیم ایران را بمباران کنید و الا با بمب رژیم ایران زندگی کنید. نیویورک تایمز پیرامون افشاگری ویکیلیکس و انتشار اسناد محرمانه آمریکا در گزارشی تحت عنوان اضطراب بر سر رژیم ایران در سراسر جهان نوشت: بر اساس تلگراف های دیپلماتیک، بسیاری از رهبران در خاورمیانه نسبت به رژیم ایران بی‌اعتماد هستند. بر اساس یک تلگراف از سفارت آمریکا در ریاض، ملک عبدالله استدلال کرد: در گذشته آمریکا، عربستان سعودی و عراق بر ضرورت جلوگیری از رژیم ایران توافق کرده بودند، در حالی که سیاست فعلی آمریکا عراق را در سینی طلایی به رژیم ایران هدیه می کند. نیویورک تایمز می افزاید یک تلگراف بعدی به سادگی اشاره می کند: عربستان سعودی به چینی ها گفتند برای اینکه رژیم ایران تسلیحات اتمی تولید نکند، مایل به فروش نفت به چینند تا اینکه چین هم این رژیم را تحت فشار بگذارد. نیویورک تایمز به تلگرافی اشاره می کند که در ملاقات با ژنرال ابیزید، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، با رهبران نظامی امارات متحده عربی، همه با ابیزید موافق بودند که احمدی نژاد بی تعادل و حتی دیوانه به نظر می رسد. به گزارش نیویورک تایمز، این تلگراف ها نشان می دهند دستیاران آقای اوباما برای پاسخگویی به نگرانی های کشورهای منطقه با محاصره رژیم ایران به وسیله تحریم های اقتصادی و دفاع ضد موشکی مقابله کردند. در سند دیگری که توسط ویکیلیکس منتشر شده، آمریکا به دولت چین در مورد انتقال اجزای موشک بالستیک از سوی کره شمالی برای رژیم ایران از طریق خاک چین هشدار داده و خواستار توقف آن شده است. گاردین نوشت: آمریکا همچنین شرکت‌های چینی را در ماه می امسال متهم کرد که یک ماده کلیدی سلاح‌های شیمیایی و کمک برای راه‌اندازی کارخانه تولید شیمیایی در اختیار رژیم ایران قرار دادند. یک تلگرام داخلی به تاریخ 3 نوامبر 2007 به امضای رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا، خاطرنشان می‌کند که یک محموله از پره‌های جت موشک از کره شمالی به مقصد گروه صنعتی باقری که برنامه موشک‌های بالستیک سوخت جامد ایران را اداره می‌کند، روز بعد با یک پرواز ایران ایر در برنامه ارسال از پکن به ایران قرار دارد. اسناد منتشر شده توسط ویکیلیکس حاکی است: عربستان سعودی در مورد